قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر همه شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی تصویر ایران. با نام و یاد خداوند جان و خرد برنامه‌مو شروع می‌کنم و سپاسگزاری می‌کنم از همه لطف و محبتی که تمام بینندگان برنامه‌های من و یا کسی که حالا به هر ترتیبی با من در ارتباط هستن، خیلی خیلی سپاسگزارم از این همه لطف و محبتتون و امیدوارم که بیشتر از پیش به تکنیک ها و روش هایی که من براتون ارائه میدم و یا باهاتون در اینجا صحبت میکنم توجه کنین. اینا قصه و داستان و نصیحت و نمیدونم از این چیزا نیست. طبق حرفایی که بقیه میزنن و فکر میکنن خب میگن ای چقدر نصیحت ها تو خوب، ما نصیحت نداریم. نصیحت رو از این گوش همه میگیرن، از اون گوش در میکنن. شما خودتون هم هزار تا نصیحت ممکن به بچه هاتون، به همسرتون، به من هر کسی گوه کردین، اما نصیحت یعنی هیچی، یعنی که من از تو بالاترم. وقتی ما نصیحت میکنیم، پیغامی که به طرف القا میشه اینه که من از تو بالاترم، من وقتی دارم اینو میگم من داناتر از تو هستم و دارم اینو به تو گوش زد میکنم. اون موقع ممانعت ایجاد میشه. یعنی هیچ آدمی نمیخواد که حالا اطرافیان، ببین ما نمیتونیم به اطرافیانمون، کسایی که ما در ارتباطن، همسرمون، فرزندانمون، خواهرمون، برادرمون، خانوادهمون و حتی دوستانمون، بیایم و بخوایم مثلا روش ها رو یاد بدیم، نصیحت به قول معروف نصیحتشون بکنیم، این اینه اون اونه. و حتی اگر یه اشکالی برای شما پیش بیاد و بخواین برین با نزدیکانتون، با کسایی که حالا به نظر شما تجربه دیده هستن، حالا افراد مسن‌تر فامیل، بخوام بریم با اونا مشورت کنین و بگین که خب حالا ما این اتفاق برامون افتاده، حالا ما چیکار کنیم، یعنی هیچ کس نمیتونه راه حلی برای هیچی به شما بده. یعنی اگر میخواین راه حل درست رو از کسی بگیرین، بایستی با یه مشاور، با یه روانشناس صحبت کنین. نمیتونن افراد خانواده یا فامیل ما بر مبنای تجربیات خودشون بیان و همونا رو بخوان به ما ارائه کنن، به دلیل اینکه شرایطشون متفاوت بوده، ارتباطاتشون متفاوت بوده و اون هدایت ها ممکنه که یه جوری تازه آسیب زننده هم باشه. ولی خب ما میتونیم این راه حل ها رو با آدمایی که تخصص دارن، تجربه کارشونه. ببینین شما وقتی دندون درد میکنه که بلیه مثلا مادر بزرگت نمیری بگی من دندونم درد گرفته چیکار کنم، یا مثلا یه اشکالی که در بدنت به وجود میاد نمیتونی به فامیل خودت مراجعه کنی و بگی که مثلا من این درد رو اینجا دارم، حالا به نظر تو چیکار کنم.
اینم یه کار تخصصیه، ولی چون که با ذهن در ارتباطه و اون مایندفولنس و اورننس، یعنی کسایی که از اون طریق با افکار ما کار دارن، با طرز تلقی ما کار دارن، با باورهای ما کار دارن، یعنی اون باورهایی که ما از دوران کودکی تا حالا برای خودمون شرطی کردیم، باورهایی که در ارتباط با اون باورها ما داریم زندگیمون رو از اون دیدگاه میبینیم. هر کس با توجه به باور و دیدگاه خودش اون جهان بینیش مطابق اون باور خودشه، یعنی ممکنه از یک حادثه مشابه چهار نفر که شاهد بودن چهار تا عقیده متفاوت داشته باشن، با توجه به باور خودشون میگن که مثلا این اتفاق به این دلیل افتاده، اون یکی میگه نه به اون دلیل، یعنی هر کس میگه، هر کسی از ظن خود شد یار من با توجه به تجربیاتشون و بعد طرز تلقیشون، جامعه‌ای که بزرگ شدن، نگرششون، دیدگاهشون میتونه کاملا متفاوت باشه با هم دیگه. بنابراین اون چیزی که برای ما خیلی مهمه و ما باید اون تغییر رو در خودمون به وجود بیاریم، این که چجوری میتونیم اون باورهایی که در ذهن ما شرطی شده و ما غربالی که در ذهن ما هست، یعنی ما خودمون فیلتر میکنیم ناخودآگاه، یعنی اون چیزایی که با باورهای ما نزدیکه و قبولش داریم از اون فیلتر ذهنی رد میکنیم، وارد افکارمون میکنیم، وارد باورمون میکنیم. اون چیزایی که با باورهای ما و اون طرزی که ما بزرگ شدیم یا طرزی که ما بهش باور داریم و این باورها در حقیقت به کاندیشنینگ تو ذهن ما شرطی شده، هر چی که مخالف اونا باشه، هر چیزی که با اونا همخوانی نداشته باشه، ما عملا اونو ردش میکنیم. و خیلی از افراد توی تراپی من دیدم که انقدر با این باورها زندگی خودشونو در حقیقت لیمیت کردن، محدود میکنیم، ما نمیخوایم عقاید جدید، باورهای جدید، طرز تلقی جدید و کارهای جدیدی که میتونیم در ارتباط با نوآوری هایی که وجود داره انجام بدیم، یه جوری خودمون رو محدود میکنیم به باورهای پوسیده‌ای که اصلا کارایی هم نداره و نمیتونه برای ما یک ارمغانی از آرامش بیاره یا موفقیت. اگر ما بچسبیم به افکار پوسیده، اگر بچسبیم به باورهای اشکال دار و نخواهیم که هم تراز با دنیای جدید، دانش جدید بخوایم با هم تراز با اونا پرواز کنیم، نمیتونیم. پس بنابراین ما مسئولیم، شما همتون مسئولین، تک تک شما مسئول هستین که زندگی خودتون رو متحول کنین. ما میگیم نه من نمیخوام عقیدم رو عوض کنم، همینی که هست، من حرفم اینه، مشکلی در این رابطه ندارم، من نمیخوام تغییر کنم. وقتی که ما میچسبیم به افکار پوسیده و باورها و عادتهای شرطی شده ای که هیچگونه برای ما هیچگونه تأثیری تو زندگیمون نداره و ما رو بدتر میکنه، یعنی ما نمیخوایم up to date بشیم، نمیخوایم تغییر کنیم، نمیخوایم. کسی که الان هستن توی امریکا اومدن، من کسی رو میشناسم سالهاست در امریکا اومدن، کامپیوتر رو نمیخوان یاد بگیرن، یعنی میگن نه من که کامپیوتر بلد نیستم. حالا آدمای تحصیل کرده رو منظورمه، یه تلفن رو جواب میدیم. درود بر شما، بفرمایید. سلام عرض میکنم قربون اون بیان شیرینتون برم که من مورید این برنامه های شما هستم. آخی جانم، من الان یک اتفاقی برام افتاده. خب اینایی که به من هی آرامش میدن درست میگن یا غلط میگن؟ بگن
بله بفرمایید ببینم چه اتفاقی براتون افتاده. من دخترم بله. 22 سالش بود، با امید تا آخر این که حتی سالمند بشم چیکار میکنم و اینقدر مهربون منو 9 سال پیش که پدرش مرد به اصرار گفت بیا اینجا، منو برادرم هستیم تنهایی فلانی برمدانی منو خلاصه اینجا خب. اینقدر مهر و محبت، دکتر، دوا، خرید، همه کارهای منو سراپا عشق و محبت بود. هر روز ساعت 10 صبح به من تلفن میکرد. یه روز ساعت 9 صبح دیدم زنگ خورد، شوهرش زنگ زد. چرا این اینقدر زود زنگ زد؟ بعد دیدم که میگه که این آمد طرف در، دستشم به در نیامد، با شقیقه آمد زمین، شقیقه آمد رو زمین، آمد این بالا سرش، دیدیم که خون از شقیقه از گوش داره میاد، دهن یه وری قرب چیز بود که یه خود این که برد بدیم فشار دادیم و درست کردیم و خلاصه میبرن بیمارستان، یا سیاد رو میبره بیمارستان، میبرن عمل کرونا بوده اینا رو راه نمیدادن، میبرن یه گوشه میشونن آخه. بعد بگن جراحی کردیم، نصف شقیقه رو برداشتیم، مغز ورم کرده، باید 72 ساعت صبر کنیم تا ببینیم میتونیم کاری کنیم. 72 ساعت نشد فرداش زنگ دادن بیان بیمارستان، هرچی گفتم من بیچاره رو ببریم، من بچه هم ببینم، گفتن راه نمیدن. من سنم 89 ساله عزیزم، سنت باراست، راه نمیدن، میرن میبینن که بله دیگه همه چی تموم شده. خیلی متاسفم، من نمیتونم قبول کنم. همه میگن قسمت بوده، سرنوشتش این بوده، این دیگه قسمتش بوده اینجوری بمیره. من قربونت برم الهی، به من یه چیزی بگو ببینم. اینا که هی به من دلداری میدن، هی میگن اینجور اینجور، واقعا اینجور بوده یا این فشار زندگی و بیکاری و بیزنس بسته و وضع اقتصادی، فشار این فشارا مغز اینو داغم کرد. نه ببینین، فشارهای اقتصادی و موقعیت های اینجوری که مغز ما رو با منفجر نمی کنه. ببین اینا چیزایی که باید از نظر فیزیکالی باید بفهمیم دیگه. مغز ما تحت شرایط هر چقدر هم که ناراحت باشیم، هر چقدر هم که فشار بهمون باشه، این فشار افکار باعث میشه که مغز ما باد کنه یا یه مشکلی به وجود بیاد، باعث میشه که خودمون مضطرب بشیم، استرس پیدا کنیم، افکار منفی پیدا کنیم، تمام چیزایی که اشکال داره و اشتباهه. بنابراین من چیزی که خیلی همیشه به همه توصیه میکنم و به شما هم مادر عزیز که واقعا برای من ارزشمند هستین، شما سویت سورندر، یعنی چی؟ یعنی پذیرش شیرین. من میپذیرم آنچه که اتفاق افتاده، دارم آنچه که دارم، هست آنچه که هست. هر وقت که ما میخوایم غیر از اون چیزی که هست یه چیز دیگه باشه، ما داریم فشار میاریم، آسیب میزنیم به خودمون. چیزی که هست اینه، این اتفاق. دلیلشو بفرمایید. حالا واسه هیچ مادری نیا، من الان اینجا دیگه هیچ کی ندارم، انگلیسی هم بلد نیستم، دیسک کمرم دارم، اصلا نمیتونم پرواز کنم برم ایران، هیچ کس ندارم. این دختر بود به داده من بیرم. نه اینقدر حرفا رو با خودتون نزنین که بشین گریه کنین. ببین این دختر تنها کسی نبوده که مواظب به شما باشه. خیلی واقعا محلایی هستن که میتونن به شما سرویس بدن. شما چون سنتون بالاست، کجا هستین شما توی آمریکا؟ مایامی، فلوریدا. خیلی خوب، توی فلوریدا وقتی که هستین به هر حال شما اگر مدیکر دارین، نمیدونم برنامه‌ای اونجوری دارین، میتونن میتونن از اون طریق پرستارای روز و شب براتون میفرستن. یعنی نیاز وقتی دارین اینجا تمام اون تجهیزاتو براتون انجام میدن، لازم نیست دختر آدم بیاد این کارا رو بکنه. چون وقتی که شما اون بیمه ها رو دارین،
و سنتون هم در حدی هستش که نیاز داریم به اینکه کمک بگیرین بیان و شما رو مواظبت کنن، پرستار روز بیاد، پرستار شب بیاد، حتی بیاد برای استحمام شما، برای اینکه مایحتاج شما رو تهیه کنه، تمام اینا هست. یعنی شما باید کمک بگیرین از خود این چیزایی که نه، یه دکتر معذرت میخوام، یه دکتر عمومی هست به نام دکتر خانواده که اون باید دستور بده. من با چیز رفتم، پسرم اینجا، پسرم، اما اونم قاچیه. بالاخره اون وقت گرفت گفت خواهرم اینجور شده دیگه، من باید اینو بیارم. حالا میشه یه پرستار بدین به این که بیاد اقلا این تو خونه از 6 صبح تا 4 بعد از ظهر تنها، دیست که کمر داره، فشار خونه 199 دارم عزیزم، فشار خونه بالا داره، بیادش اقلا پلی این باشه این تر. گفت نه نمیشه، نمیشه، این داره این چجوری خودش اومده اینجا، این داره راه میره. اگر اما شما چند ساله اومدین اینجا؟ شما چند ساله اومدین اینجا؟ 9 ساله. خیلی خب، پس مدیکر دارین شما؟ دکترتون رو عوض کنین عزیزم. دکترم دارم، 20 سال بود گرین کارت داشتم، تونستم فارسی امتحان بدم. خب ببینین، شما میتونین دکترتون رو عوض کنین، هیچ لزومی نداره اون دکتر رو بخواین برین، میتونین با یک دکتر دیگه مشورت کنین، با یک کسی که تو این قسمت ها هستش کمک میکنن، یک محلایی هست که به خدمات اجتماعی دارن و برای کسی که مدیکر اونایی که خانه سالمندان رو کمک میکنن یا افراد سالمند الان تو امریکا. خب پرسیدم عزیزم، خانه سالمندان یکی از دوستای دخترم پرسیده میگه ماهی 5000 دلار، من دولت به 500 دلار میده. نه خانه سالمندان نه، اینکه برین اون تجهیزاتی که دارن برای که سرویس در خونه بدن، اونا رو هم دولت میپردازه، یعنی مدیکر میپردازه، از شما نمیگیرن. تمام اون نیازهای شما رو الان یه نرسینگ هومایی درست کردن یا یک کسایی که تو خونه ها میفرستن، هم پرستار میفرستن، هم متخصص فیزیکال تراپی میفرستن. الهی قربونت برم، کجا باید برم؟ ولی من توی فلوریدا نمیدونم، من چون تو لس آنجلس هم. شما تو فلوریدا باید این جا معذرت میخوام حرف تو قطع کنم، یه دکتر متخصص قلب و عروق هست به دکتر آذر که اون ایرانیه، اون میتونه یه کاری واسم بکنه یا اون حق نداره؟ اون دکتر دوم منه. نه از اون بپرسید، بگی من چجوری میتونم از خدمات در منزل استفاده کنم از طریق این بعضی از بله دیگه، شما مدیکر دارین دیگه، هزینه نباید بدین، نه اینکه بخوام برین تو خانه سالمندان 1000 دلار بدین اونجا زندگی کنین، نه اینا اون چیزایی که مورد نیازتونه، حالا پرستار در یه وقتای مشخص میفرستن نیاز اون نیازهایی که شما دارین، حتی کسی که بیادش مثلا برای اون خدماتی که نیاز به اینکه استحمام بکنی یا هر چی، به هر حال هستم من توی لس آنجلس میدونم هستش و این مؤسساتی هستن که میان و به خانم ها و آقایونی که سالمند هستن و در منازل بستری هستن یا نمیتونن راه برن، از اون طریق خدمات و سرویس های پزشکی رو براشون میفرستن هر نیازی که دارن. بنابراین مسئله شما با همون مدیکرتون حل میشه. و از فقط دخترمو چجور فراموش کنم؟ خب چند وقت فوت کرده، فراموش میکنین؟ نگران. خب حالا زمان تا 1 سال به هر حال اون گریف و اون حالت ها هستش، آروم آروم میپذیرین دیگه، همه اینطوری هن. هیچ کاری آدم نمیتونه بکنه در مورد مسائل دیگه. موفق باشه. درود بر شما، بفرمایید. بر شما خانم بسیار جانم، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما عزیزم. خوب این خانم بسیار سپاسگزارم. خانم بسیار به خوب هستی خانم بسیار؟ من عالیم، عالی. الهی تد ازا مذهبه شد، اما من ناراحت شدم، من این خانم خیلی
ناراحت شدن. دوما سرتون سلامت باشه، خودتون و خانواده سلامت باشین. دستم سوالی نداشتم، میخواستم فقط یادم بهتون تبریک بگم. سلامتی خوشی براتون باشه. سپاسگزارم، برای شما هم همینطور. خیلی ممنون، لطف کردین، متشکرم. قربان شما. اتفاقا منم چون یادم رفت اول برنامه، خدافظ. خواهش میکنم. منم یادم رفت اول برنامه، پس فردا روز جمعه، روز یک شنبه، شب یلدا هستش و میخواستم من همتون یلدا رو، شب یلدا رو تبریک بگم. به هر حال حالا که توی کرونا است و قرنطینه همه، به هر حال اون با رعایت مسائل چه تو ایران چه اینجا، این مراسم سنتی که ما باهاش بزرگ شدیم، باهاش خو گرفتیم، بهش احترام میذاریم، این مراسم رو به جا بیارین و شب یلدای خوبی داشته باشه. اینجا بعضی از رادیو، حتی رادیو بامداد، اگر شما چیز بکنین که در ساکرامنتو هستش و من اونجا روزای پنجشنبه یک برنامه‌ای از روانشناسی رو براشون میفرستم، البته وایس هستش بس با صدا و اونا ساعت 12 پخش میکنن، 12:05. من دیدم رادیو بامداد روز یک شنبه از ساعت 8 برنامه یلدایی داره، خیلی الان هم دارن درباره صحبت میکنن. اگه بخواین اونو زنده گوش بدین، همون ساعت 8 شب رادیو بامداد رو حالا میتونین تو تلفناتون بزنین، همه این رادیوها رو اپاش توی اپستور هستش و میتونین از اون طریق بزنین. حالا ما به یه آگهی میریم، برمیگردیم تا با شما دوباره در ارتباط باشیم. دکتر آتوسا نیکاین، ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان نوهنجاری‌های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصصی ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت مایانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین، ارتودونتیست. Hi, I'm Dr. Panta Nikain, and I would love to welcome you to Golden Hilton Beauty Center located in the beautiful city of Encino, California. At Golden Hilton Beauty Center, we offer 50 different services, medical and cosmetic combined. Our very popular services include body contouring, cellulite removal, scar removal, stretch mark removal, PRP injections for hair restoration, face, joints, non-surgical spinal decompression for herniated disc and sciatica patients, chiropractic, acupuncture, massage, injectables like Botox and filler, and many more. We're located at 16661 Ventura Boulevard, Suite 700, Encino, California, 91436. To receive more information regarding our services, or if you'd like to book your appointment, please call us at 866-524-6533. Thank you. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. ببینین، من اون خانم که در مورد صحبت کردن، اگر وقتی که ما باور اینو داشته باشیم که من انقدر حالم بده به خاطر این مسئله که به وجود اومده، این
مشکلی که بر من پیش اومده، دخترم اینطوری شده، من الان خیلی حالم بده. بعدم نگاه میکنیم میبینیم که ما آدم ها خیلی داریم به خواسته های خودمون توجه میکنیم، یعنی از اون دیدگاه نگاه میکنیم که من حالا کسی نیست به هم برسه. ببینید تمام اینا رو ذهن ما، باورای ماست که حالا که اون نیست پس من الان اینجا تنها شدم، پس حالا کم بودش برای من خیلی دردناکه و گریه بکنم. تمام زندگی ما با باورهای ما شکل میگیره. اون باورهای ما هستش که ما رو میتونیم گریان بکنه، میتونه خندان بکنه، میتونه تغییر بدیم. و اون باورایی که از دوران کودکی شکل میگیره و به ما میگن مثلا این کارو باید بکنی، اون کارو باید بکنی، استثناء گذاشتم، والدین ما تبعیض قائل شدن بین بچه‌های خودشون، و وقتی که این تبعیض رو قائل میشن، اون بچه‌ای که مورد تبعیض قرار میگیره، اون باوری که در اون به وجود میاد، باورش اینه که من به اندازه کافی خوب و دوست داشتنی نیستم. پس شروع میکنه به اینکه خودش رو نشون بده که من خوبم، من دوست داشتنیم، منم دوست داشته باشین. نه الان، یعنی نه در دوران کودکی، همطور که به اون سن بلوغ میرسه و شروع میکنه با اون تجربه دوران کودکی که آسیبایی که بودم تو اون دوران خورده، ناخودآگاه نمیدونه این آسیب ها برای چی هستش، ولی میفهمه که بخواد مهر آدم ها رو، محبت دیگران رو، از اون محبتی که از طرف والدینش در دوران کودکی باید براش به وجود میامد، از اون مهر و محبت و پذیرش بدون قید و شرط. ببین وقتی ما میگیم آدم ها رو آنطور که هستن ما بپذیریم، و دلیل نمیشه که این اونا ما بشیم، ولی اون آدم رو نخواهیم تغییرش بدیم. نه تو اشتباه، آدم ها میان و با هم بحث های طولانی میکنن که تو اشتباه میکنی، و میخوان به اون آدم ثابت کنن که مثلا این کارت اشتباهه، اون کارت اشتباهه، به اونی که من میگم درسته. بنابراین ما اشکالاتی که تو ارتباطات داریم اینه که باورهای ما باورهایی هستش که از اون دوران کودکی ما شروع میکنه به بیلداپ شدن و به وجود اومدن در ما، و اونو دیگه در وقتی که در بعد از سن بلوغ ما اونا رو تجربه میکنیم. یعنی چجوری تجربه میکنیم؟ به این شکل که اونا رو تو ذهنمون، وقتی من با خودم میگم من به اندازه کافی خوب و دوست داشتنی نیستم، من به اندازه کافی با ارزش نیستم، تمام اون ارزش ها، دوست داشتنی ها و قابل احترام بودن، به اندازه کافی من قابل احترام نیستم، اینا رو از دوران کودکی کسب میکنه. ببینه خیلی از شما ممکنه که، و خیلی از ماها در دوران کودکی اینطوری مورد بیمهری والدین قرار گرفتیم، مورد تبعیض قرار گرفتیم، اون ریسپکت و احترام برای ما انجام نشده. بعد اون چیزی که تصویر ذهنی که من از خودم دارم اینه که من به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی دوست داشتنی نیستم، من اشکال دارم. پس شروع میکنیم به مهر طلبی به این شکل که میخوایم همیشه همه از خودمون راضی نگه داریم، میخوایم همیشه مطیع باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه همه افراد رو ما ناخودآگاه جانشین والدین خودمون میکنیم. چجوری؟ که این والدین ما چون از ما ناراضی بودن، والد مخصوصا مادر که خب خیلی جایگاه مهمی داره در تربیت بچه ها، و رفتارهای اون خیلی خیلی تاثیرگذاره رو سرنوشت بچه ها و سرنوشت همه ما. بنابراین وقتی که احساس میکنه که پس من به اندازه کافی دوست داشتنی و خوب نبودم، که مادر من منو دوست نداشت، برادرمو دوست داشت یا خواهرمو بهش ترجیح داد، و این تو ذهنش با خودش رو این باورا کار میکنه. من خیلی کسایی رو توی تراپی داشتم که درست همین حالتو داشتن، نه مامان من خواهرمو اصلا همه کاراشو تایید میکرد، اونو دوست داشت و همیشه منو سرزنش میکرد. و این حالا توی دوران کودکی اینا
تو اون 8 سال اول به خاطر اینکه رشد مغز خیلی سریع هستش و اون وزن مغز ما وقتی که دنیا میایم 1/8 مغز آدم بزرگه، ولی وقتی که 5 ساله میشیم 3/5، یعنی اینقدر رشد داره تو دوران کودکی. حتی در 3 سالگی ما میتونیم بچه های 3 ساله رو اگر تعلیمشون بدن میتونن چند تا زبان خارجی رو یاد بگیرن، به خاطر سرعت رشد مغز هستش که این گیرایی رو داره مغز، که بعدن اون سرعت رشد در دوران بزرگسالی و بلوغ و اینا آروم آروم کم میشه. حالا من یه تلفنی رو، درود بر شما، بفرمایید. خانم دکتر پرویز نظامی خوب شما؟ ممنونم. میخواستم اقام تشکر فراغ بکنیم از شما و اینا، و من میخواستم یه تصدیحاتی بگیر خانم بگیرم که زیاد خودتون نارد نکنن اینا. بله 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 دیگه، و شب یادتونه که به همین زبون نزدیکاش مبارک باشه. پس فردا شب یلدا روز یک شنبه است. حالا اینجا دیگه ساعت 8 شب اینجا که ما میگیریم در حقیقت 8 صبح ایرانه، ولی کسایی که تو امریکا خود باشه خود بینید خانم خیلی تصدیر میگرم و اینا. خیلی ممنون، لطف کردی. آره اتفاقا یادم افتاد که ما وقتی که 8 شب اینجا الو برنامه شب یلدا رو شروع میکنیم، ما 8 شب ما دیگه 7:30 صبح ایرانه، اونا دیگه خوابیدن، شب یلداشون تموم شده، ولی ما اینجا شب یلدامون شروع میشه، به خاطر اینکه خب ما 11:30 با ایران، من تو لس آنجلس رو دارم میگم، البته تو نیویورک و شهرهای دیگه ساعتاش یه مقداری فرق میکنه. خب در ارتباط با این مسئله که من چطوری باورام شکل میگیره، شما باوری که داره شکل میگیره، این باورها رو از خونمون، یعنی از تو کوچه نمیاریم، از نمیدونم تو کتابا یاد نمیگیریم، چون بچه بین مثلا 5 تا 8 ساله که حالا این باورها 4 تا 8 ساله که این باورها در اون شروع میکنه به رشد کردن و شرطی میشه، این باورها رو از کجا میاره بچه های ما؟ این باورها رو از نحوه ارتباط والدین با اونا به وجود میاد و حتی دیگران هم فیدبک هایی که دیگران هم میدن، مثلا شما دوتا بچه دارین، حالا دوتا دختره مثلا یکی 2 سال با هم فرق دارن، بعد اینا رو اجتماع هم فیدبک هایی که میده یعنی بیرحمانه است. وقتی این دوتا بچه رو مثلا با هم میبرین بیرون، من داشتم یه مریضی که واقعا این اتفاق براش افتاده بود که اونو خواهرش رو اینجوری مورد ارزیابی قرار داده بودن، گفت مثلا ببینین دوتا بچه رو میبرین، یکیشون قشنگتره، حالا جذابتره یا سرزمونتره، اون یکی به اون قشنگی نیست یا یه خورده، بعد تمام ما آدما ناخودآگاه میایم و توجه رو معطوف میکنیم به اونی که جذابتره یا قشنگتره یا خوش‌زبونتره، همش هم از اون تعریف میکنیم. ببینید اینا رو این خانم ابراز کرده بود که من و خواهرم، من همیشه ایگنور میشدم، یعنی وقتی توی جمع هم میرفتیم، مامانم با پدر مادرم یا فلان، دیگران تازه ما رو دیده بودن، اونقدر که به اون توجه میکردن چون اون مثلا ظاهرش قشنگتر از من بود، و ما خودمونم آدم های قسوی القلبی هستیم، به خاطر اینکه همه چیز رو با ظاهر نگاه میکنیم و میایم اون بچه هرت میشه وقتی که میبینه میگه ای چقدر این خوشگله بی بغلت کنم. اینا رو خانم مثلا گفته بود این شکل باباشه، یا مثلا این یعنی اون یکیو، مثلا یعنی حرف گزندهی که ما میزنیم جلوی روی اون نمیدونیم چه آسیبی داریم به آدم ها میزنیم، حتی ما که بدن مادر نیستیم، یعنی حواسمون باشه در ارتباط با دیگران اون عقایدی رو که ابراز میکنیم
حالا یا مثبت یا منفی حواس باشه که چجوری داریم این کارا رو میکنیم که داریم با یک باورهای یه بچه کوچیک داریم بازی میکنیم. خود پدر مادرها خودشون حواسشون باشه. الان من اون خانمی که زنگ زدن گفتن دختر من فوت کرده، من خیلی ناراحتم و اینا، تمام چیزایی رو که گفتن این بود که حالا کی میخواد به من برسه، حالا کی میاد این کارا رو برای من بکنه. یعنی بازم ما در ارتباط با اون خواسته های خودمون، حالا خب این خانم مسن هستش، خیلی هم نیاز به کمک داره، ولی ایشون دارم میگم ابراز علاقه ما، باورای ما اینه که کی بیشتر به من میتونه منفعت رو برسونه. حالا منفعت مادی نیست، کمک بکنه این کار بکنه، های من اونو از دست دادم به خاطر اینکه الان نه این خانم، کسای دیگر رو من دیدم که مثلا باورشون این بوده که حالا اون رفته نمیاد برای اون دلسوزی کنه، میاد برای خودش دلسوزی میکنه، من حالا چرا اینجوری شدم، چرا محکوم شدم، چرا نمیتونم ببینین تنهایی این کارو بکنم. یعنی همش میگه من اینقدر قویه که هر رابطه ای رو از اون دیدگاه نگاه میکنیم که چه فایده ای برای من داره، چه جوری من رضایت پیدا میکنم، چه جوری من ارضا میشم. ببینین یکم مسائل مهمی که ما واقعا داریم بهش توجه میکنیم این مسئله هستش که ما با باورهایی که خودمون، این باورها ممکنه خیلی هم اشتباه باشه، ممکنه باورهایی درستی هم نباشه، ما با این باورها داریم زندگی میکنیم. حالا بیایم باورامون رو تغییر بدیم. یکی از کارهایی که من تو این کتاب جادوی باور شما بخونین، ببینین چه جوری ما میتونیم باورامون رو تغییر بدیم. من اینجا تبلیغ برای اینکه بیانیم مبلغی نیست، اصلا چیزی نیستش که در زندگی من تأثیری داشته باشه یا بخوام تبلیغش رو بکنم. این کتاب رو یکی گفتم حتی اینقدر بهتون این فرصت رو دادم چون جامعه ایرونی کتابخوان نیست و نمیخواد بره تمام مدت جوک و اینو برم توی مثلا فلان سایت ببینم چی کی جوک فرسته، تمام یعنی ما تمام انرژی ذهنیمونو صرف این میکنیم که اینجا کارو با هم ربط و بدل کنیم، این چیزایی که خنده داره من نمیگم بده، ولی لاغر برای دانش خودمون، برای آگاهی خودمونم یه مطالعه بکنیم. نمیتونیم از این زمین خودمونو مبرا بکنیم. جامعه ایرونی سرانه مطالعهش 2 دقیقه است در تمام تحقیقاتی که کردم. ما در آدم ها 2 دقیقه مطالعه میکنن. خب یاد بگیریم بیایم دانشمون، آگاهیمون برای خودمونه، برای زندگیمونه، برای آرامشمونه، برای خیلی چیزا هستش که ما میتونیم از طریق این مطالعاتی که میکنیم، حالا نمیگم صرفا هر چیزی که میتونه آگاهی شما رو ببره بالا، با نمیدونم رفتارتون رو تحت شعاع قرار بده، تغییر بده. حالا مثلا این جادوی باوری که من گفتم اگر بگیرین، رمز موفقیت ذهن خلاق هم براتون رایگان فرستاده میشه. 2 تا کتاب رو میتونین با 1 دونه کتاب و با اون شماره تلفنی که هستش با دفتر من تماس بگیرین و اونجا میتونین اوردر بدین و براتون فرستاده میشه با آدرس. اینجا منظور من اینجا پروموت کردن این نیست. اگر واقعا کسی کتاب رو به شما توصیه میکنه آدم با ارزشه، یعنی اون چیزی رو داره به شما عرضه میکنه که برای شما هم مفیده هم با ارزشه، یعنی شما میتونین از طریق مطالعه آگاهیتون رو ببرین بالا، دانشتون رو ببرین بالا، بیاین. و من خودم همیشه در یک ماه 400 صفحه مطالعه میکردم، الانم با تمام اینا حدود 200 صفحه شاید هم بیشتر در ماه سرانه مطالعه همه. بیایم اون دانش جدید رو یاد بگیریم، اطلاعات جدید رو یاد بگیریم، یه تغییری بخوایم با خودم. ببین تغییر خیلی مهمه، یعنی کاری که ما باید بکنیم اینه که یاد بگیریم که برای تغییر چجوری میتونیم برنامه ریزی کنیم، چه باورایی رو باید تغییر بدیم، چه چیزایی رو باید رشد بدیم. تمام اینا
روش ها چون، ولی نمیخوایم ما اگر آدم حسودی هستیم، آدم نمیدونم افسرده‌ای هستیم، آدم طلبکاری هستیم، نمیخوایم خودمونو تغییر بدیم. همینی که هستم، میخوای بخوام میخوای نخوام، من همینم. میخوای تو با تو باید با من خودت رو تطبیق بدی. ایناست که رابطه رو خراب میکنه، ایناست که ما رو توی اشکال باقی میذاره. نمیخوایم رشد بکنیم، نمیخوایم یه ذره بهتر بشیم، نمیخوایم اون باورایی که محدود کننده است، اون رفتارهای اشکال داری که باعث آسیب دیگران میشه، مثل تیر طلایی پرت میکنیم به آدم ها، اون گوشه کنایه، تمام چیزایی که آسیب زننده است. هیچ کس هم نمیاد خودشو بخواد، یعنی بیاد و تغییر کنه. حتی باور ندارم برای اشکالات خیلی شدیدی هم که پیش میاد بلندشم برم پلوی آدم متخصص، برم پلوی تراپیست با اون مشورت کنن. میگن حالا خودش درست میشه، ولی اگه بگن اونجا باید بری اینقدر خرج کنی، $300 پول میز بدی بری اونجا، یا یک کاری که برای لذتته حاضری بدی، ولی برای اینکه خودتو درست کنی کرک کنی. من اگر میگم اشکال دارم با همسرم، تمام مدت توپو دارم پرت میکنم تو زمین همسرم، میگم اون باید تغییر کنه، اون اشکال داره، به خاطر اینکه ما با هم تفاهم نداریم، با هم دعوا داریم، اشکال داریم، اون باید درست. وقتی شما داری ابراز میکنی و توپو پرت میکنی برای یکی دیگه، ولی ما وقتی اشکال به وجود میاد، دو نفر آدم مسئول هستن که این اشکال به وجود آوردن. اون روی منیت خودش میگه من مثلا حق با منه، اونم حق با منه، زندگی خودشو بازی میکنه. اون موقع هستش که هیچ کدوم نمیان، بعد میگه ما که نمیایم تسلیم بشیم، ما که نمیایم خودمونو بیاریم پایین. بنابراین مسئله مهم اینه که اگر اشکالی به وجود میاد، آخه شوهر من نمیاد توی تراپی، نیاد. من با خانمای زیادی که اشکال به وجود اومده بوده، همسرشون هم نمیخواسته بیاد تو تراپی، کار کردم. وقتی اون خانم تغییر میکنه، به تبع تغییر خانم آقا هم تغییر میکنه. وقتی ما تغییر کنیم، به تبع تغییر ما اطرافمون هم تغییر میکنه، اطرافیان ما. ببینی این یه دونه شیئه، یه لیوانه. این لیوانو من از اینجا میذارم اینجا. این لیوان که یه شیء توی محیط اطراف خودش تغییر به وجود آورد، چجوری؟ هوایی که دورش بود، جایگاهی که بود، دست راست میز بود، حالا اومد دست چپ، یه تغییر اینجوری کرد. حالا ما انسان که به قول معروف ناطقیم و اشرف مخلوقات، والا اشرف مخلوقات هم به اون شکل باز نمیتونم بگم هستیم، با تمام کینه ها، حقارت ها، دسیسه ها، کاری که برای آسیب زدن به دیگران داریم انجام میدیم، چجوری ما میتونیم اشرف مخلوقات باشیم؟ هر وقت یاد بگیریم که اول خودمون دوست داشته باشیم، بعد هم به بقیه توجه بکنیم، بیایم و آدم های دیگر رو، نه همه بدن اون اشتباه کرده، اون همش تقصیر خواهرمه، همش تقصیر همسرمه، همش تقصیر من مبرم، یعنی من گل بی عیب، من نازی، من چقدر خوبم، من تیچش مامانیم، اونا این. وقتی انگشت اعتراض میری، یعنی خودت خیلی ایراد داری، خودت خیلی اشکال داری. وقتی که من تمام مدت میخوام آدم های دیگر رو سرزنش کنم به خاطر اشکالاتی که تو وجودمه، اون موقع هستش که اصلا نمیخوام خودم رو تغییر بدم، میخوام آدم ها رو تغییر بدم. وقتی هم که شما میخواین که آدم ها رو تغییر بدین، قادر به هیچی نیستیم. ما قادر نیستیم هیچ کس غیر از خودمون رو تغییر بدیم. حواستون باشه، این روش رو یادتون نره. پس بنابراین چیزی که الان برای من به وجود اومده و میخوام به شما توصیه کنم، اینقدر فکر نکنین که شما گل بی عیبین، من اصلا هیچ مشکلی ندارم. اونا در ارتباط، آدم ها وقتی میان تمام مدت از یکی دیگه دارن گله میکنن. یه ذره فکر بکنیم ببینیم خودمون کجا قرار گرفتیم، میایم و تغییر رو جز یکی از خصوصیات رفتاری خودمون میکنیم. حالا به هر حال من این کتاب رو هم گفتم، میتونیم بخونین، انقدر سرتیتراشو نگاه کنین، چیزهایی که به شما میگه باید انقدر
چندین بار بخونین، ملکه ذهنتون بکنین، رفتارهاتون رو تغییر بدین تا بتونین اون شادی و موفقیت رو در زندگیتون بیارین. با توجه به اینکه شب یلدا پس فردا هستش در اینجا روزی یک شنبه و گفتم رادیو مامداد برنامه شب یلدا داره ساعت 8 شب شروع میشه، خیلی جایزه هم هست که گفتن میدن و اینا، و من خودم هم تو رادیو مامداد هفته یه روز برنامه میذارم و اون پادکست منو که مال رادیو مامداد بودیم پادکست رو گذاشتن توی یوتیوب و تمام برنامه هایی که توی الان 6 ماه هست رادیو مامداد دوباره شروع به فعالیت کرده، قبلا مسکه بود ولی بعد 6-7 ماه و من باشون در ارتباط، یعنی از من خواهش کردن که صاحب رادیو مامداد از من خواهش کرد که من برنامه بذارم هفته یه روز برنامه رو براشون ضبط میکنم و میفرستم. حالا میتونین اون پادکست رادیو مامداد را هم در یوتیوب ببینین، همونطور که تمام ویدیوهای تلویزیونی، برنامه‌های تلویزیونی منو بیشتر از 500 ویدیوی تلویزیونی دارم در یوتیوب و شما بزنید youtube.com/دکتر پروین نظامی میتونین بریم و تمام برنامه‌های تلویزیونی منو ببینین و نگاه کنین ببینین که اون تیترش چیه، با توجه به تیتر میتونین برنامه رو نگاه کنین. تلفن هست بمون، تلفن هست اوکی، برای این کسی که هم پشت تلفن هستم بعد از برنامه من باهاشون صحبت میکنم. تا درودی دیگر، بدرود و سپاسگزارم از آقای مهندس اندرو، خانم عسل عزیز و خانم فریده جلالیان که الان در حدود 18-19 سال ایجنت من هستن تو تمام برنامه هایی که من حالا داشتم، هم توی مجلات و هم در تلویزیون ها، و سپاسگزاری از آقای مهندس میرچی که ایشون هم این تلویزیون با ارزش رو به وجود آوردن، و خدا نگهدار. تا درودی دیگر، بدرود. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور، دکتر پروین نظامی، عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.